همزمان با آغاز انتخابات هند، مسلمانان این کشور نگران تشدید اقدامات علیه خودشان در دوره آینده نخست وزیری مودی هستند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که در ادامه با هم می‌بینیم. با آغاز بزرگترین انتخابات در جهان، مسلمانان هند پس از دو دوره نخست وزیری نارندرا مودی که دو قطبی شدن فزاینده ای را در این کشور به دنبال داشته است، نگرانی و ترس از آزار و اذیت فزاینده را ابراز می کنند. نهادهای حقوق بشری معتقدند جنایات، خشونت و نفرت پراکنی علیه اقلیت بزرگ مسلمان هند از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی، نخست وزیر افراطگرای هندو از سال 2014 در حال افزایش است. در خرداد ماه سال گذشته، اتوبوس حامل زائران حج در منطقه کوتا راجستان هند توسط افراطیون هندوتوا مورد حمله قرار گرفت. در این حمله چندین زائر حج از جمله چند زن مجروح و زخمی شدند. افراطیون هندو در اواخر خرداد سال گذشته هم در تلنگانای هند یک مرد مسلمان و خواهر باردارش را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که این حمله باعث سقط جنین این زن باردار مسلمان شد. در ماه مرداد سال گذشته نیز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک معلم دبستان در هند یک دانش آموز پسر مسلمان 7 ساله را در داخل کلاس درس مورد رفتار تحقیرآمیز قرار داده و از همکلاسی‌هایش می‌خواهد که به او سیلی بزنند. روزنامه انگلیسی ایپندنت هم در گزارشی به حوادث مکرر خشونت‌های فرقه مرگبار و آزار و اذیت اقلیت مسلمان در دوران مودی پرداخته و به کشته شدن امام جماعت مسجدی به نام محمد سعد در ژوئیه 2023 اشاره کرد که در آن جمعیتی متشکل از 200 هندو به مسجد انجمن در گوراگام هجوم بردند و او را در حالی که خواب بود کشتند. به گزارش روزنامه انگلیسی، خشونت در گوراگام یادآور این بود که آزار و اذیت فزاینده اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان محدود به مناطق دورافتاده نیست. در سالهای اخیر مقامات هندی از اصل موسوم به عدالت بولدوزر برای مجازات مسلمانان به خاطر جنایات واقعی و یا خیالی استفاده کردند. این در حالی است که گروه‌های تندروی هندو مانند باجرنگ دال و ویشوا هندو پریشاد که با حزب حاکم بهارات یا جاناتا متحد شده اند و هزاران عضو دارند، موفق شده اند از مجازات جرایمی که مرتکب شده اند بگریزند. گفتنی است که هند 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد که 210,000,000 نفر آن مسلمان هستند. برای بررسی موضوع از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان دعوت کردیم تا توضیحات بیشتری را در این رابطه ارائه دادن. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیزاده. ممنونم، تشکر. آقای افضل رضا، به نظر شما آینده مسلمانان در صورت انتخاب مجدد مودی به نخست وزیری هند چگونه خواهد بود و آیا با توجه به افرادگرایی دولت او مسلمانان عملا از نقش آفرینی و تصمیم گیری های کلان حذف خواهند شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین که در گزارش اول همکار عنوان کردم، مرحله اول انتخابات بزرگ اصطلاح یک کشور بزرگ دموکراسی در هند 10 روز پیش به پایان رسید و قرار است دومین مرحله اون فردا یعنی 7 ماه می برگزار شود. خب جامعه مسلمانان هند آینده روشنی در انتخابات و یا تعیین سرنوشت برای خودشون با وجودی که یک کشور بالای 250 میلیون یا 300 میلیون نفر هستند نخواهند داشت. با توجه به سابقه تاریک دولت فعلی رژیم نارندرا مودی در سرکوب مسلمانان و تغییر و تلاش برای تغییر بافت جمعیت مسلمانان در
مناطقی که اکثریت برای اونا هستش مثل کشمیر اشغالی، معتقد نیستیم که یک آینده روشن برای مسلمان ها باشد. شما شاهد بودین که حتی در همین بحبوحه برگزاری انتخابات ناریندرا مودی نخست وزیر هند و این حزب بسیار افراطی و نجات پرست ملی، حزب ملیگره همین بهاراتی اجندا، چند هفته گذشته به رقبای خودشون، رقبای مسلمان خودشون حمله کردن و آنان را دوباره به عنوان یک اقلیت بسیار ریز تشبیه میکرد. مثلا آقای مودی در یکی از این سخنرانیش گفته بود که به مسلمانان را متهم کرده به نفوذی بوده و اینکه اینا را تحقیر کرده بود، کنایه از اینکه آنان فرزند بیشتر میبوده. این جملات بسیار جنجال برانگیزی نخست وزیری که شاید تمام اختیارات این انتخابات دست خودش باشه و تمام پیشبینی حاکی از این هستش که دوباره این رژیم قراره بر سر قدرت بیاد، واقعا جای تعجب داره که چرا سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری و اون مدعیان دفاع از حقوق آزادی و مذهبی، آزادی بیان، آزادی قلم، چرا سکوت میکنه درباره این رژیمی که فقط و فقط یک نجات پرستی و برتری هندو بودن رو داره در این کشور بیش از یک ملاک جمعیت از چین هم گذاشته کنار، چرا ساکت هستن؟ متاسفانه در بحبوحه همین انتخابات ما شاهد سرکوبگری ها علیه احزاب مسلمان بویش در منطقه کشمیر اشغالی و سرینگر هم هستیم، جایی که رژیم مودی به اصطلاح داره به جامعه جهانی نشون میده ما یک دموکراسی بزرگ هستیم، اما همین حزب حاکم از چه بسا از یک جمعیت اقلیتی در یک منطقه محدود که شاید 1 میلیون مسلمان داشته باشه یا 2 میلیون داشته باشه، باعث ترس میکنه این مسلمان اونا رو تحت سرکوب قرار میدن. جای تعجب هستش که به عنوان یک کشور مدعی دموکراسی بزرگ حاضر نیست برخی رسانه‌های بزرگ این کشور که متاسفانه تحت دیکته‌نویسی رژیم فعلی هند هستن حق مسلمان‌ها رو تضییع کنه و تلاش دارن با لاپوشانی سرکوبگری علیه اقلیت‌ها، نه صرف مسلمان بلکه سیک‌ها و مسیحیانی که در این کشور هستن نیز تحت آزار افراطیون هندی قرار دادن. بله، با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان که برای بینندگان عزیز ما در این زمینه مطالبی بیان داشتند.